چرا برخی افراد به راحتی کبود می شوند؟ خیلی از مردم از اینکه به راحتی کبود میشن تعجب میکنن و خیلی وقتا نمیدونن چرا این اتفاق میفته. پس بیا توی این ویدیو از تکسون یه نگاهی بندازیم ببینیم چرا اینطوری میشه. اول از همه باید بگم که کبود شدن به خاطر آسیب دیدن مویرگ‌ها، یعنی همون رگ‌های کوچیک زیر پوست اتفاق میفته. وقتی این رگ‌ها میترکن خون ازشون نشت میکنه و توی بافت‌های زیر پوست گیر میفته که نتیجه‌اش همون کبودی‌های معروفه که هممون دیدیم. حالا چرا بعضیا بیشتر از بقیه کبود میشن؟ چند تا دلیل داره. اول از همه مطمئن شو که چنل رو ساب کردی و بعد با من توی ادامه ویدیو همراه شو. یکی از دلایل مهمش میتونه نازکی پوست باشه. افرادی که پوست نازکی دارن مویرک‌هاشون نزدیک‌تر به سطح پوست هستن و راحت‌تر آسیب می‌بینن. مخصوصاً کسایی که پوستشون سفید و نازکه اینو بیشتر تجربه می‌کنن. پس اگه پوست نازکی داری و راحت کبود می‌شی، بدون که یکی از دلایلش همین می‌تونه باشه. دلیل بعدی که می‌تونه خیلی مهم باشه وضعیت سلامتی و تغذیه است. مثلاً کمبود ویتامین C یا ویتامین K میتونه باعث بشه مویرک ها ضعیفتر بشن و راحت تر بترکن. ویتامین C برای تولید کلاژن که به استحکام رگ های خونی کمک میکنه لازمه. ویتامین K هم نقش مهمی توی لخته شدن خون داره. اگه این ویتامین ها رو کم داشته باشی احتمال کبود شدنت بیشتر میشه. یه موضوع دیگه که باید بهش توجه کنیم بعضی از داروها و مکمل ها هستن. مثلا داروهای رقیق کننده خون مثل آسپرین و وارفارین میتونن باعث بشن که خونت راحت تر نشت کنه و کبود شی. حتی بعضی از مکملهای گیاهی مثل جینکو بیلوبا هم میتونن این اثر رو داشته باشن. پس اگه داروی خاصی مصرف میکنی و خیلی کبود میشی بهتره با دکترت صحبت کنی. ورزشکارا و کسایی که فعالیت بدنی شدید دارن هم ممکنه بیشتر کبود بشن. دلیلش اینه که توی فعالیت‌های شدید فشار زیادی به بدن وارد میشه و مویرک‌ها ممکنه آسیب ببینن. علاوه بر این، ورزش‌های تماس‌دار مثل فوتبال یا بسکتبال هم میتونن باعث کبودی بشن. حالا بیایم سراغ دلایل ژنتیکی. بله، بعضی‌ها به طور ژنتیکی مستعد کبود شدن هستن. این مورد یکم پیچیده‌تره چون ممکنه به عواملی مثل وضعیت ژنتیکی رگ‌های خونی، تعداد پلاکت های خون و حتی نحوه عملکرد سیستم ایمنی بدن مربوط بشه. اگه توی خانوادت آدم هایی هستن که راحت کبود میشن احتمالش زیاده که تو همینجوری باشی. استرس و فشارهای روانی هم بی تأثیر نیستن. باور کنی یا نه، استرس میتونه به سیستم ایمنی آسیب برسونه و بدن رو مستعد کبود شدن کنه. وقتی تحت استرس زیادی هستی بدن مواد شیمیایی تولید میکنه که میتونن رگ‌های خونی رو آسیب پذیرتر کنن. نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه کنیم سن و ساله. با بالا رفتن سن پوست نازکتر و ضعیفتر میشه و مویرگ‌ها راحت‌تر آسیب میبینن. به همین خاطره که افراد مسن بیشتر از جوانا کبود میشن. اگه همه این عوامل رو کنار بذاریم یه نکته خیلی مهم دیگه هم هست که باید حتما بهش دقت کنیم. بیماری های خونی. بعضی از بیماری ها مثل هموفیلی یا مشکلات پلاکتی میتونن باعث بشن که خیلی راحت کبود شی. این بیماری ها معمولا علائم دیگه هم دارن مثل خونریزی های بیدلیل یا طولانی شدن زمان بند اومدن خونریزی. اگه حس میکنی کبودی هات غیر عادیه و همراه با علائم دیگه است حتما باید بری دکتر. خب حالا که فهمیدیم چرا بعضی ها بیشتر کبود میشن چیکار میتونیم بکنیم که اینا کم کنیم؟ اول از همه رژیم غذایی سالم و متعادل خیلی مهمه. مصرف میوه ها و سبزیجاتی که ویتامین C و K دارن مثل پرتقال، فلفل دلمه ای، سبزیجات برگدار و بروکلی میتونه کمک کنه. نکته بعدی اینه که اگه دارویی مصرف میکنی که ممکنه باعث کبود شدنت بشه حتما با دکترت مشورت کن. شاید لازم باشه دوز داروت رو تنظیم کنن یا حتی داروت رو عوض کنن. ورزش و فعالیت بدنی هم خیلی خوبه، ولی باید مراقب باشی که آسیب نبینی.
استفاده از تجهیزات محافظتی مثل پدهای زانو و آرنج توی ورزش‌های تماسدار میتونه خیلی کمک کنه. همچنین مدیریت استرس هم نباید فراموش بشه. مدیتیشن، یوگا یا حتی پیاده روی ساده میتونن به کاهش استرس و بهبود وضعیت عمومی بدن کمک کنن. در نهایت اگه کبودی‌هات غیر عادی و همراه با علائم دیگه‌ایه یا حتی اگه نگران هستی، حتما به پزشک مراجعه کن. شاید نیاز باشه که یه سری آزمایشات انجام بدی تا مطمئن بشی که مشکل جدی نداری. پس در کل کبود شدن میتونه دلایل زیادی داشته باشه و خیلی وقتها طبیعی و بدون نگرانیه. با این حال مراقبت از تغذیه، وضعیت سلامتی و مشورت با پزشک میتونه به کاهش این مشکل کمک کنه. امیدوارم این توضیحات بهت کمک کنه تا بهتر بفهمی چرا ممکنه به راحتی کبود بشی و چطور میتونی باهاش کنار بیای. فکر میکنی دلیل زود کبود شدن شما چیه؟ کدوم یک از دلایل توی ویدیو برات جالب و عجیب تر بود؟ کامنت، لایک و اشتراک گذاری ویدیو یادت نره.